این فرد که در داد و ستد الماس‌های کمیاب تخصص دارد. مستند الماسی برای فریب، 18 خرداد سال 90، 4 روز قبل از دومین سالگرد انتخابات جنجالی سال 88، این مستند از تلویزیون دولتی ایران پخش شد. چند نفر نشسته بودند و از جمله که از جنرال‌های پنتاگون نشسته بود. مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی آن وقت مدعی شدند که محمد رضا مدحی از مقام‌های سابق سپاه و اطلاعات به عنوان مأمور نفوذی با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور ارتباط برقرار کرده و اکنون به ایران بازگشته است. برای کودتا در اینجا بود که ما این مسئله رو وقتی انتقال دادیم به داخل، داخل دیگه اقدام نجات رو انجام داد و ما رو بلید. حالا 15 ماه از این فیلم و ادعا گذشته و سایت بازتاب متعلق به محافظه‌کاران منتقد دولت میگوید به نتایج جالبی درباره محمد رضا مدحی رسیده است. به نوشته این سایت، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگویند او دستگیر شده است. در تبعید از تقریبا یک سال گذشته مطرح بود. محمد رضا مدحی مشهور به سید رضا حسینی از مقام‌های سابق سپاه است. با غلام حسین الهام سخنگوی دولت اول احمدی نژاد ارتباط داشت و پیش از آن از جانبازی و نقشش در جنگ در تلویزیون دولتی ایران گزارشی پخش شده بود. همه درد دارم. من که آدم این برای بخشیده شدم، نمیدونم پاک شدم. من برای این اومدم هچ. کنم بخشیده بشه. پیش از همه اینها، مدحی به واسطه ی ارتباطش با علی ارومیان، نماینده سابق مجلس خبرگان رهبری به این نهاد رفت. پرونده‌ای مربوط به فساد مدحی به برخورد قضایی با اون منجر شد و بعد که ناگهان سر از تایلند درآورد و شد تاجر الماس. در مستندی که از تلویزیون دولتی ایران پخش شد، امیر حسین جهانشاهی و مرتضی خانساری از جمله فعالان سیاسی بودند که در این مستند تصویر آنها نشان داده شد. هر دو نفر بعد از پخش مستند الماسی برای فریب تاکید داشتند که مدحی از سوی جمهوری اسلامی برای این اعترافات تحت فشار است. ادعایی که حالا با بازداشت مدحی واقعی تر به نظر می رسد. اگر مدحی مأمور نفوذی جمهوری اسلامی بود، چرا حالا بازداشت شده؟ مشابه پرونده شهرام امیری. آمپول بیهوشی تزریق کردند و با یک ایران مدعی شد غرب این دانشمند هسته‌ای ایران را دزدیده است. بعد از بازگشت امیری، حتی مقام‌های وزارت امور خارجه به استقبالش رفتند. اما بعد از مدتی تایید شد شهرام امیری قهرمان از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شده. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.